بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند پاک و مهربان، با عرض سلام و احترام خدمت همه دانش آموزان و دانش دوستان عزیز، آرزو میکنم که در لباس صحت و عافیت کامل باشین. خوشحال هستم در خدمت شما عزیزا و نازنینا قرار دارم و آرزو میکنم که همیشه برنامه های آموزشی و تربیتی تلویزیون معرفت دنبال بکنین. هدف ما از برنامه ای است که به شما آموزش آسان بسازیم و در خانه های شما قرار بدیم تا شما از برنامه ما مستفید شوید. شاگردان عزیز و نازنین، اما تو که مکتب رفتن بدون قلم و کتابچه درست نیست، دیدن برنامه های آموزشی و درسی تلویزیون معرف هم بدون قلم و کتابچه درست نیست. شما باید با قلم و کتابچه باشین و آنچی که در روی اسکرین تلویزیونتان میبینین او را در روی کتابچه و روی کاغذتان بیارین تا بفهمین که واقعا درس خواندین و موضوعات خوب را یاد گرفتین. و در این عرصه از والدین گرامی هم خواهشمند هستم که با ما همکاری بکنن و ما را تنها نگذارن و گپ هایی را که ما اینجا ذکر میکنیم با کتابشان همکاریشان کنن تا خوبتر و بهتر اولادهایشان از آموزش و تربیت کامل برخوردار باشن. شاگردای عزیز و نازنین، در برنامه گذشته روی یک موضوع به نام نمبر اتمی آشنا شدیم. گفتیم که نمبر اتمی به مجموع پروتون ها، آن ذرات چارجدار مثبت که در داخل هسته باشه، به مجموع جمعشان گفتیم که نمبر اتمی میگیم. نمبر اتمی ترتیب اتم ها را نشان میده. مثلا اگر نمبر اتمی یک عنصر یک است، در اول قرار دارد. نمبر اتمیش دو است، در دوم قرار دارد. نمبر اتمیش سه است، در سوم قرار دارد. به این ترتیب یا ترتیب میشن در داخل جدول که باز بعدن به خیر ما شما در جدول ها هر وقت خواندیم آشنا خواهد شدیم. دوستای عزیز نازنین، امروز یک عنوان داریم به نام نمبر کتله یا نمبر کتلوی. دوستای عزیز نازنین، یا وزن اتمی یا کتله اتمی، به این نام ها دوستای نازنین یاد میشه که شما خوب است با کلش آشنا باشه. شاگردای عزیز نازنین، گپی که امروز میخوایم به شما یادآور شم، شما میفهمین که در هر اتم بیشترین وزن اتم، گرنگی اتم مربوط به هسته اتم میشه. حالا هسته اتم تنها پروتون درش قرار نداره. شما میفهمین که در داخل هسته اتم هم پروتون داریم و هم یک ذره دیگه به نام نیوترون داریم. در داخل هسته اتم هم پروتون و هم نیوترون قرار داره و وزن اتم و کتله اتم بیشتر مربوط به داخل هسته میشه. دوستای نازنین، پس هر آن چیزی که در داخل هسته یک اتم باشه و ما تعدادش را جمع کنیم، برازی میگن نمبر کتلوی. هر اتم از خود نمبر کتلوی متفاوت دارد. شاگردای نازنین، طوری که شما میفهمین که استاد خیلی الکترون چی میشه؟ سوال است. خود استاد تو گفتی وزن اتم بیشتر پروتون و نیوترون تشکیل میده، الکترون خیلی کجا میره؟ شاگردای نازنین، سوال بسیار خوب پرسیدین. الکترون چندان وزن و کتله قابل حساب نداره. بنان از وزن ازو چون بسیار سبک است صرف نظر میشه. ما شما اگر یادتان باشد در درس گذشته خواندیم که 840 مرتبه از پروتون کرده وزن الکترون گفتیم کوچکتر است. یعنی 840 دانه الکترون برابر یک پروتون میشه. بنان یا وزنشان بسیار کوچک است، بنان قابل حساب و شمارش در ما شما در چی نمی داشته باشیم در حساب کتله. پس دوستای نازنین، بین که ما شما یک موضوع بسیار مهمه دارید تخته بر شما ایزا تشریح بکنم. اول که به خاطر داشته باشین دوستای نازنین، که از درس گذشته هم بر شما ایزا گفتم که در هر اتم تعداد پروتون ها مساوی به تعداد الکترون ها هستند. اما تو یک رمز دوستای نازنین به شما باید باشه که تعداد در هر اتم که تعداد پروتون ها با تعداد الکترون ها مساوی است. خیما شما اگر یک اتم داشته باشیم مثل A، اگر یک اتم 4 تا پروتون داشته باشه چند تا الکترون داره؟ 4 تا الکترون داره. اگر 15 تا پروتون داشته باشه چند تا الکترون داره؟ 15 تا الکترون داره.
خیلی تعداد چارج های مثبت منفی مساوی است. بنابراین همتو اتم از لحاظ چارج برقی چی می باشه دوستای عزیز نازنین؟ خنسا می باشه. اینا شما دوستای عزیز نازنین ها فهمیدین. و حال که ما شما سر نمبر کتلوی بس میکنیم، نمبر کتلوی دوستای نازنین چی معنا میده؟ شما میفهمید در داخل هسته، در داخل هسته اگر نام زیر بانم هسته، در داخل هسته ما شما داریم یکی پروتون داریم که به پی نشان داده میشه، یکی هم چارج خونسا داریم که نیوترون است. دوستای عزیز نازنین هر دوی از اینا وزن دارن. وزن کتله اتم بیشتر مربوط چی میشه دوستای عزیز نازنین؟ بیشتر کتله اتم مربوط به هسته میشه، مربوط به هسته. الکترون ها که در مدارها قرار دارن که چارجشان منفی است دوستای عزیز، الکترون ها که در مدارها قرار دارن و چارجشان منفی است، او قدر قابل ملاحظه نیستن، قابل ملاحظه نیستن. پس ما شما چی میگیم؟ ما شما چی میگیم؟ به مجموعه، به مجموعه پروتون ها، پروتون ها، اینه من پروتون های ترام نشتم میکنم با اجازه شما، و نیوترون ها، نیوترون ها، نیوترون های داخل هسته یک اتم، داخل هسته یک اتم نمبر کتله، نمبر کتله اتم داخل هسته اتم، نمبر کتله اتم گفته، گفته می شود. این دوستای نازنین ما شما یک نمبر داریم به نام نمبر کتلوی، به نام نمبر کتلوی. به مجموع پروتون ها، هر قدر پروتونی که در داخل هسته دارید، و نیوترون ها، هر قدر نیوترونی که در داخل هسته دارین، به نام نمبر کتلوی دوستای عزیز نازنین یاد میشه. خب بین که شاگردای عزیز نازنین ما شما در شکل و بهتر همین خطه بر شما زیاد تشریح بکنم. خب دوستای عزیز همین خطه کتاب شما بود که من بر شما اینجا ذکر کردم و امیدوار هستم که شما ایره فهمیده باشین. خوب دقت کنید دوستان نازنین، من اینجا چند تا هسته رسم میکنم، یک تا شما در یار اتم فکر کنید، سر مدارش یک تا میگیرم دیگه، فقط شما فعلا هدف ما از نمونه مثال است. خوب گوش کنید، فکر کنید دوستان نازنین که من در اینجا سه تا پروتون دارم، یک دانه نیوترون دارم، دهی دوستان نازنین 5 تا پروتون دارم و 5 تا نیوترون دارم. در اینجا دوستای عزیز نازنین 3 تا پروتون دارم و 3 تا نیوترون دارم. خوب دقت کنین، میایم دوستای نازنین گفتیم که مجموع پروتون ها، یاد بگیرین مجموع پروتون ها جمع نیوترون ها، نیوترون ها چی را بر ما میتن؟ نمبر کتله را میتن، نمبر کتلوی را میتن، نمبر کتلوی. خب دوستای نازنین چند دانه پروتون داریم؟ 3 تا پروتون داریم. جمع چند تا نیوترون داریم دوستای نازنین؟ 1 تا نیوترون داریم، 1 تا نیوترون. مساویس با 3 تا و 1 تا دوستای نازنین 4 تا. خیلی نمبر کتلویش چند است؟ 4. خیلی نمبر کتلوی از دوستان نازنین 4 نمبر کتلویش است. نمبر کتلوی از دوستان نازنین چند است؟ 4 است. خوب است که شما دوستان عزیز نازنین را به خاطر داشته باشین که نمبر کتلویش 4. بیاین دوستان عزیز نازنین اینا که پیدا کردیم نمبر کتلویش چند است، من نشون میکنم که از اولش میم، از دومش پیدا میکنم، شماره دو میزنم، اینی اول باشه، این دوم باشه، دوم باشه یا سوم باشه. بین که از دیگه شد دوستان نازنین پیدا کنیم، تعداد پروتون هاش چند تاسته؟ 5 تا پروتون داره. جمع چند تا نیوترون داره؟ استاد 5 تا نیوترون داره. خیلی وزنش چند از دوستان نازنین؟ 5 و 5 10. وزن از دوستان عزیز نازنین، وزن از 10 است. خیلی نمبر کتلش چند است؟ نمبر وزن هم گفتم میدونی، نمبر وزن یا نمبر کتله. و بالاخره شاگردای عزیز و نازنین سیومین گپ را که در نظر داشته باشین اینی را در نظر میگیریم، 3 تا پروتون جمع
سه تا نیوترون بر ما چی را میتر؟ سه و سه شش. این شاگردای عزیز نازنین، نمبر کتلویزی چند است شاگردای عزیز؟ شش است. پس سعی کنین چه آسان و ساده پیدا کردیم که کتله ازی چی است. یک چیز دوستای عزیز نازنین به شما میخوایم یاد آور شم، نمبر کتله از اینی چهار است. چهار. اگر من سه تا پروتون ازی بکشم چی میمانه؟ استاد یک تا نیوترون میمانه. خیمیجا یاد داشته باش که اگر از کتله پروتون کم کنی نیوترون برات میته، اگر از کتله نیوترون کم کنی پروتون برات میته. خب سایکو، از چهار که سه کم شوه، چهار کلش چهار است، سه تا شب بکش، از چهار که سه کم شوه یک چی داره دیگر؟ نیوترون. از چهار یک بکش، از چهار که یک کم شوه سه تا پروتون داره. صحیح شد دوستای عزیز نازنین؟ هرگاه ما از نمبر کتله یکی از یارا خارج بکنیم، در حقیقت بر ما چی را میته؟ بر ما دیگه شم میته. خیلی شما دوستای نازنین این فرموله که یاد داشته باشین. اینی فرموله که بر شما اینجا نشانیشم میکنم. اینی فرموله شاگردای نازنین یاد داشته باشین که پروتون جمع نیوترون بر ما نمبر چی را میته؟ کتله را میته. نمبر کتله را. من مطمئن هستم که شما عزیزا و نازنین ها فهمیدین که چطور ما میتونیم یک رابطه را پیدا بکنیم. بیم که سر مثال خود کتاب شما عزیزا مراجعه بکنیم که کتاب شما عزیزا کدام موضوع را بر ما شما اشاره کرده. در کتاب بر ما مثال داده شده که مثال گفته، مثال چی گفته؟ گفته در هسته اتم فلورین، در هسته اتم فلورین، فلورین یک عنصر است، در هسته یک اتمش نو پروتون و ده نیوترون موجود است. ده نیوترون موجود است. اینا شاگردای نازنین، در هسته اتم فلورین نو پروتون و ده تا نیوترون موجود است. پس کتله اتمی یا نمبر کتله را، کتله فلورین چند است؟ دوستای نازنین، بیاین که ما شما پیدا کنیم که فلورین چی جنجالک ها داره. خوب سعی کنیم دوستای نازنین، اینی هسته فلورین باشه، هسته. به مادرش کار نداریم که مادرش هیچ قرض نمیگیریم. دوستای نازنین، چند تا پروتون میگه داره؟ نو تا پروتون. سعی کن. چند تا نیوترون داره در هسته خود؟ 10 تا نیوترون داره. از درسی که پیشتر به شما گفتم، گفتم تعداد پروتون ها با تعداد الکترون ها مساوی است. خیلی چی معنا میده؟ این معنا را میده که در حقیقت چقدر در مدار خود چند تا الکترون داره؟ دوستای رازنین، در مدارش دو تا الکترونش در اینجا است و 7 تا دیگه شد دوستای رازنین در اینجا است. شما خیلی سعی کنید دوستای عزیز، 7 و 2 میشه دوستان نازنین 10 الکترون. خیلی 10 تا الکترون دوستان نازنین داره. با مزد 9 دانه الکترون. 7 و 2 میشه 9. بسیار باشین. 2 و 7 میشه 9. خیلی دوستان نازنین 9 دانه الکترون داره. چون تعداد پروتون ها با تعداد الکترون ها با هم مساوی است، بنابراین 9 تا الکترون دوستان نازنین داره. اما گپی که اینجا بسیار مهم است، این است که ما فلورین اینجا نقشه میکنم بر شما. کتلش چند است دوستای عزیز نازنین؟ کتلش چند است؟ استاد ما گفتیم که ارگا پروتون ها را جمع نیوترون ها کنیم بر ما کتلش میته، نمبر کتله را میته. خب خیلی 10 تا پروتون داره، نو تا پروتون و 10 تا نیوترون داره. در نتیجه دوستای نازنین، نمبر کتله فلورین چند میشه؟ 19 میشه. شاگردای نازنین چند میشه؟ 19. اینجا دوستای نازنین کتله اتمی نوشته میشه، یاد ما باشه. در اینجا عنصر نمبر اتمی نوشته میشه. آل شاگردای نازنین، های فلورین سعی کنین، فلورین سعی کنین، کتلش چند پیدا کردیم ما شما؟ 19 پیدا کردیم. 19 های 19 اینجا دوستای عزیز نازنین و نمبر اتمیش مجموع پروتون ها را گفته میشه. پروتون چند دانه داشت؟ 9 دانه. 9 و 19. اینه دوستای عزیز نازنین،
یا فلورین میشه که نمبر تو میش 9 و کتله تو میشم 19، یعنی در داخل هسته خود 19 تا. یک صفحه فقط دوستان نازنین، به عنوان آخرین گپ میخوایم با شما بگویم که حالا بر ما مثلا اگه سوال کنن که کتله یک عنصر 19 است، چند تا پروتون و چند تا نیوترون داره، چی میکنیم؟ اگر پروتون خواست، ما از این نیوترون که تفریق میکنم از کتلهش 19 دانه است، از 19 که 10 کم شوه 9 تا پروتون خی داره. اگر از من نیوترون خواسته شوه، ما پروتون تفریق میکنم، چند تا پروتون داریم؟ 9 دانه. از 19 که 9 تفریق شوه 10 تا نیوترون میمونه دوستای نازنین، 10 تا نیوترون. ای بود شاگردای عزیز نازنین، گپ را که شما به خاطر داشته باشین از این موضوع و فراموش شما نشه. شاگردای عزیز نازنین، ای بود موضوع نمبر اتمی که بر شما نمبر کتله و نمبر اتمی را تشریح کردم و در سمبول هم بر شما گفتم کتله اتمی در بالا نوشته میشه، نمبر اتمی در پایین نوشته میشه، خی کتله اتمی از این 19 نمبر اتمی شما است 9، که شما عزیزا فراموش نکنید. و دوستای نازنین، یک فعالیت بر شما داده شده، گفته اونو اسم اتم است 17 و بر شما در طرف کتاب ببینیم که بر شما ذکر شده. اینمی جدول دوستای نازنین، با استفاده از این سوالی که من بر شما کار کردم، شما اعضا و نازنینا این جدول خودتان خانه پوری میکنین. فقط یک بار اینجا را دقت کنین دوستای نازنین که با میگم درس ما شما خلاص میشه. اگر در اینجا از ما تکرار میکنم، اگر از ما پرسان کرد که چند تا پروتون داره، این جدول هم تو پر میشه 19 دانه کلش است، چند تاش پروتون است؟ تو نیوترون تفریق چند تا نیوترون داشت؟ 10 دانه. 10 که از 19 کم شوه 10 دانه نیوترون داشت دوستای نازنین، 10 تا نیوترون داشت، از این تفریق میکنیم 19 که 10 کم شوه 9 تا خی پروتون داره. و اگر از ما اگر نیوترون خواسته شوه، اگر از ما نیوترون خواسته شوه، ما از این 19 دانه تعداد پروتون تفریق میکنم، چند تا پروتون داشت؟ 9 دانه. از 19 که 9 تفریق شوه، اینا دوستای عزیز نازنین 10 تا هم چی داره؟ 10 تا هم پروتون داره، نیوترون داره دوستای عزیز نازنین، 10 تا هم نیوترون داره که شما باید به خاطر داشته باشید. به این طریقه دوستای عزیز، شما همی جدوله که در کتابتان داده شده همی جدوله خانه پوری بکنین و آرزو میکنم که شما عزیزا و نازنینا این فعالیت انجام بدین. این بود درس امروز ما، شما آرزو میکنم که گپای خوب و مخته باشین و نوت کرده باشین. تا یک روز بعدی در خدمت شما عزیزا قرار میگیرم. شما را به خداوند پاک و متعال امانت میسپارم. شاد و موفق و سربلند باشین.